سرخط خبرها. جبهه آزادی و جبهه مقاومت از دو حمله جداگانه علیه طالبان در کابل خبر دادند. یک تعویض نویس در مزار شریف و ضربات پیهم چاقو به قتل رسید. جابجایی 500 جنگجو با لباس و چوپانها در چراگاه های اندراب. وزیر دفاع روسیه: افغانستان منبع اصلی بی‌ثباتی آسیای مرکزی است. امنیت مرزها تقویت شود. و انستیتوت صلح امریکا: تهدیدهای تروریستی در افغانستان و پاکستان افزایش یافته. با یاد خدا به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. یک تعویض نویس در مزار شریف با ضربات پیهم چاقو به قتل رسید. منابع محلی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از قتل یک تعویض نویس در این شهر خبر می دهند. منابع به روزنامه 8 صبح می گویند که فرد کشته شده مرا رحیم لشکری نام داشت و روز پنجشنبه دهی جوزا در منطقه نوشاد از مربوطات نای نهم شهر مزار شریف با ضربات پیهم چاقو به قتل رسیده است. مقام های محلی طالبان در بلخ قتل این مرد را تایید کردند، اما در مورد چگونگی آن چیز نگفتند. به گفته منابع، گروه طالبان همسر این ملا را به اتهام دست داشتن در قتل وی بازداشت کرده است. هنوز دلیل قتل این مرد مشخص نیست. در ماه‌های پسین میزان رویدادهای جنایی در ولایت بلخ افزایش یافته است. جابجایی 500 جنگجو با لباس و چوپانها در چراگاه های اندراب. منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که طالبان حدود 500 نفر فرد مسلح را که ظاهرا چوپان هستند با هزاران موشی در ساحات تلفچر ولسوالی دهل سلای اندراب جابجا کردند. منابع این موضوع را روز جمعه 11 جوزا بر روزنامه 8 صبح تایید کرده و گفتند که طالبان از یک هفته به این سو صدها فرد مسلح را با حدود 8000 موشی به ساحات کوهستانی و مناطق علفچر منتقل کردند. باشندگان محل میگویند که این افراد مسلح از یک سو برای تصاحب علفچر و از طرف دیگر برای کنترل فعالیت نیروهای جبهات مسلح ضد طالبان در سه ولسوالی اندراب به کار گرفته می شوند. این افراد که ادعا می کنند کوچی هستند و این علفچرها متعلق به آنان است، در ساحات دریجر، قاسان، بدیکلو، کاستراش و ولسوالی دهنستلای اندراب و از کوتل سچی اندراب تا کوی سغنوی قاسان جابجا شدند. باشندگان محل در گفتگو با روزنامه 8 صبح نسبت به تصاحب علفچرهای شخصی و دارایی اسناد شرعی و کوچاندن از خانه هایشان ابراز نگرانی می کنند. افراد مسلح طالبان به مردم ساحات یاد شده اجازه استفاده از علفچرها و حتی نزدیک شدن به رمه ها را نمی دهند. و گفته باشندگان محل هر رمه کوچک توسط 6 تا 7 چوپان مسلح اداره می شود. با این حال تا اکنون هدف اصلی این جابجایی های مشکوک مشخص نیست و طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جبهه آزادی و جبهه مقاومت از دو حمله جداگانه علیه طالبان در کابل خبر دادند. جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار در خیرخانه کابل را بر عهده گرفت. این جبهه گفته در این حمله دو عضو طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. همزمان جبهه مقاومت ملی از کشته شدن دو عضو طالبان در حوزه پنجم امنیتی کابل خبر داد. بیشتر منابع محلی بر رسانه ها از اوقای انفجار قوی در خیرخانه کابل خبر دادند. جبهه آزادی افغانستان در ادلایه‌ای نوشت که ساعت 8 شام روز جمعه 11 جوزا بر موتر وزارت داخلی طالبان در جاده چارایی 500 فامیلی تپه خوجه بغرا در حوزه 15 امنیتی شهر کابل حمله کرده است. جبهه آزادی ویدیوی این حمله را پخش کرده که در آن اوقوی انفجار دیده می شود. از سوی هم جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که دو عضو طالبان را در حوزه 5 امنیتی کابل کشته و یک عضو دیگر این گروه را زخمی کرده است. جبهه مقاومت گفته در این حمله به نیروهای این جبهه و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. در اطلاعیه‌ای که این جبهه روز جمعه 11 جوزا منتشر کرد آمده است که این حمله ساعت 8:25 شام انجام شده است. جبهه مقاومت میگوید نیروهایش بر موتر حامل طالبان در سایه فاضل بیگ در مربوطات حوزه 5 امنیتی شهر کابل حمله کردند.
مقام های محلی طالبان تا اکنون در مورد حملات جبهه آزادی و مقاومت اظهار نظر نکرده است. جبهه مقاومت ملی میگوید عملیات هدفمند خود را در مناطق مختلف کشور علیه طالبان ادامه خواهند داد. وزیر دفاع روسیه: افغانستان منبع اصلی بی‌ثباتی آسیای مرکزی است. امنیت مرزها تقویت شود. آندری، وزیر دفاع روسیه در تازه‌ترین اظهاراتش افغانستان را منبع اصلی بی‌ثباتی کشورهای آسیای مرکزی خواند. با گزارش تاس، او این اظهارات را روز جمعه 11 جوزا در نشست وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در آلماتی قزاقستان مطرح کرده است. او افزوده است که بانها و گروه های تروریستی در افغانستان جای پا به دست آوردن و این مورد اتخاذ تدابیر پیشتر از جمله تقویت مرز تاجیکستان با این کشور را لازمی می کند. او تصریح کرده است در منطقه آسیای مرکزی وضعیت در افغانستان منبع اصلی بی‌ثباتی است. گروه های رادیکال متعدد در آنجا جای پا خود را به دست آوردن و تلاش ها برای ایجاد ترویج افکار خود در کشورهای همسایه افزایش دادن. و گفته او خطر سرایت بانها و تروریسم از افغانستان با آسیای مرکزی وجود دارد. بنابراین تدابیر امنیتی پیشتر برای تضمین امنیت و ثبات منطقه اتخاذ شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که پس از سلطه طالبان کشورهای مختلف و ویژه اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی نسبت به افزایش تهدید تروریسم از خاک افغانستان بارها ابراز نگرانی کردند. اینستیتوت صلح امریکا: تهدیدهای تروریستی در افغانستان و پاکستان افزایش یافته. کارشناسان اینستیتوت صلح امریکا در تازه‌ترین اظهاراتشان اعلام کردند که تهدیدهای تروریستی از افغانستان و پاکستان در حال افزایش است. کارشناسان اینستیتوت مطالعات صلح امریکا در تازه‌ترین گزارش این نهاد گفتند که تهدیدهای ناشی از تروریسم از خاک افغانستان و پاکستان به طور پیوسته در حال افزایش است. از فهان میر، کارشناس ارشد این اینستیتوت، گفته که در امریکا این تفکر به وجود آمده که داده هم مبارزه با تروریسم رقابت استراتژیک علیه چین و روسیه را تضعیف کرده است. با گفته آقای میر، اینستیتوت صلح امریکا در مورد تهدیدهای تروریستی از افغانستان و پاکستان پژوهش را انجام داده است. این کارشناس ارشد اینستیتوت مطالعات صلح امریکا میگوید که گروه های پژوهشی این نهاد با این فرضیه که در صورت افزایش حملات تروریستی چه بر سر رقابت‌های استراتژیک آمریکا با روسیه و چین می‌آید، تحقیقات را انجام داد. او با طرح پرسش گفته، مانند آنچه که در ماه مارس در مسکو اتفاق افتاد و تروریستان موفق شدند به شرکت کنندگان یک کنسرت حمله کنند، اگر حمله مشابه بخواهند منافع آمریکا و بدتر از آن ایالات متحده را تهدید کند، چه پیش می‌آید؟ تا ویدیوی دیگر، بدرود.